سلام سلام سلام، امروز میخوام در مورد همون مطلبی که توی اینستا شروع کردم حرف زدن ازش رو حرف بزنم، یعنی بادی پوزیتیویتی. من یه تصویر گذاشتم از زمانی که توی باشگاه بودم، خب نیمتنه پوشته بودم و خب گفتم که این منم، این قاب گوشی شکستمه، این مثلا حالا ناخونای بدون لاکمه، اینم چین شکممه، اینم چروکای ترکای مثلا بعد از زایمان و بارداری منه. حالا نظر متفاوت بود، خیلی هم گفتن حالا مثلا اینکه چیزی نیست، مثلا گذاشتی یعنی کمه، اگه بیشتر بود نمیذاشتی، یا یکی مثلا نمیشته بود که حالا که چند کیلو لاغر کردی تصویر تو گذاشتی، اون موقع که چاق‌تر بودی نمیذاشتی. اما با تو یه کاری بکنی، یه ده هستن که خب بالاخره یه سری حرفا رو بزنن که ارزش کار تو رو کم نشون بدن یا تو رو نسبت به خودت و ارزش‌هات بدبین بکنن. اما در حالت کلی من این کار رو کردم که یک حرکتی رو با کمک بقیه توی جامعه ایرانی به خصوص زنان ایرانی شروع بکنم، برای اینکه خب مشابه این حرکت در بین غیر ایرانی ها هست، برای اینکه خب شما همه جا میبینیدشون، توی باشگاه میبینیدشون، لب ساحل میبینیدشون و همیشه خودشون هستن با اون پوششی که دوست دارن، بنابراین بخشای از بدنشون هم معلومه، حالا اگر ترک داشته باشن، لک داشته باشن، جوش داشته باشن، به هر صورت که باشه، مو داشته باشن، هرچی باشه، چون که محدودیتی در پوشش ندارن شما اینو میبینید. اما در جامعه ایرانی به خاطر اینکه زنها فقط در محیطهایی که زنانه هست ممکنه بدنشون رو در معرض نمایش بذارن، بنابراین شما نمیتونی همیشه بدنشون رو ببینی، بنابراین یک شرمی رو دارن به خاطر اون محدودیتی که اصلا توی پوشش هست و کنترلگری که روی پوشششون میشه، یک محدودیتی رو دارن و یک شرمی رو برای خودشون ایجاد میکنن. خیلی ها هستن که به من پیام دادن که وای ما نمیتونیم، ما به خاطر اینکه بدنمون مثلا بعد از زایمان روی شکممون چند تا ترک هست، ما هیچ وقت نتونستیم که بعدش بریم استخر. ببین استخرها تو ایران زنانه هستا، استخرها تو ایران مختلط نیست، یعنی اون شرمیه که حتی در بین همجنس های خودش هم داره که اون رو به نمایش نذاره، یا حتی مثلا نوشته بودم ما با اقواممون هم نمیتونیم بریم استخر، یا یکی نوشته من حتی نمیتونم لباسم رو جلوی مثلا خواهر همسرم عوض بکنم، برای اینکه دوست ندارم اون بفهمه که چقدر بدن من ترک خورده. بعضیا گفته بودن که خیلی همراهی همسرانشون رو دارن، میان این ترک های شکمشون رو بوس میکنن و میگن که اینها به خاطر اینکه تو فرزند ما رو به دنیا آوردی. ولی خب بعضیا که حتی زایمان هم نکردن، مثلا وزن کم کردن به دلایل مختلف، روی بدنشون ترک های افتاده، میگن که حتی چقدر حرف‌های نامربوطی رو از حتی پارتنراشون، نه همسرانشون، پارتنرهاشون ممکنه شنیده باشن که مثلا چقدر بدن تو زشته، چرا نمیری عمل کنی. حالا بعضیا این حرفا رو کسانی شنیدن که حتی تو این رابطه دو نفره هم نیستن، نه که چون کسی که تو این رابطه دو نفره از این حق رو داره که این حرف رو بزنه، نه، ولی خیلی ها باز این حق رو برای طرفشون قائل میشن بدون اینکه اون حق رو داشته باشه. ولی بعضیا میگن که ما از بقیه میشنویم، از دوست میشنویم، از آشنا میشنویم، از فامیل میشنویم که تو چرا نمیری عمل کنی. یک به من پیام داده بود که خب چرا چیزی رو که زیبا نیست میخوای عادی جلوه بدی؟ زیبا نیست دیگه، واسه چی عکسشو میگیریم میذاریم؟ واسه چی از بقیه میخواین عکسشو بگیرن بذارن؟ ما دوست نداریم ترک ببینیم، ما دوست نداریم چروک ببینیم. ولی این فقط در مورد پوست نیست. یکی به من پیام داده بود که من هم مشکل با قدم دارم و همیشه از دیگران تمسخر میشنوم یا تحقیر میشم به خاطر اینکه قدم نسبت به میانگین جامعه، حالا منظوری که اون داشت این بود کوتاه‌تره.
و همیشه دوست دارم که پاشنه بلند بپوشم، اذیت میشم، کف پام اذیت میشه، کمرم اذیت میشه. همیشه از بچگی خانواده منو مجبور کرده که پاشنه بلند بپوشم. یکی گفتش که من کورتون مصرف میکردم در دوره به خاطر بیماریم و همون دوره من 20 کیلو اضافه کردم و دیگه نتونستم بیارمش پایین و همیشه حالت پف کرده و باد کرده داره بدنم و من نتونستم این رو تغییرش بدم و همچنان هم مصرف مداوم کورتون دارم، نه مثل اون موقع که تو بیمارستان بستری بودم مثلا بهم یک عالمه کورتون تزریق شده، ولی الان هم هر ماه دارم کورتون استفاده میکنم و بنابراین من تغذیه‌ام خوبه، تحرک دارم، اما بدن من خیلی باد داره و نتونستم اضافه وزنم رو کاهش بدم. چرا بقیه با من اینطور صحبت؟ چرا همش به من راهکار میدن؟ چرا میخوان منو اصلاح کنن؟ چرا یکی نیست که منو همین طوری بپذیره؟ من توی لایوی که گذاشته بودم گفتم برای خود من پیش اومده که مثلا رفتم دکتر و من گفته که تو نمیخوای این سیاهی های زیر چشم تو با فیلر پر بکنی و من مثلا اینجوری بودم که تو چرا به خودت اجازه میدی که مگه من ابراز نارضایتی کردم یا مگه من به این دلیل اومدم پیش تو که تو به من این پیشنهاد رو میدی و مثلا چند بار تکرار کنی که خب سیاهی زیر چشم تو بده و میتونه با فیلر زدن خوب بشه. به خاطر ابزارهایی که الان در اختیار در واقع خیلی جاها قرار گرفته واسه این که آدمها رو به معیارهای زیبایی تبلیغاتی نزدیکتر بکنن، زیبایی تبلیغاتی نه زیبایی اصلی، داریم از چیزی میگیم که در مدیاها به عنوان زیبایی به مردم خورونده میشه، یعنی میگن که این اندام اندام زیباست، این فیس فیس زیباست، این پوست پوست بدون نقص و زیباست، این مو موی بدون نقص و زیباست و میان یک آدمهای رو میسازن، یک ایدئالهای تبلیغاتی رو میسازن که آدمها دلشون میخواد شبیه اونها بشن و بعد میان ابزارهاش رو فراهم میکنن. فلان مطب هست، فلان قرص هست، فلان نه، خیلی چیزهایی هست که شما خودتو بتونی به اون نزدیک بکنی. چرا ما باید آدمها رو در شرایطی قرار بدیم که نسبت به خودشون احساسی پیدا بکنن که کافی نیستن، زیبا نیستن، احتیاج به اصلاح دارن و بعد برن و اون کار روی خوش رو انجام بدن؟ من کاری با این ندارم که خیلی ها میرن دارن عملهای زیبایی میکنن، حالشون بهتر، حس بهتری دارن. من دارم راجع به این حرف میزنم که درسته یک سری عملهایی هست، یک سری کارهایی هست که میتونه پوست شما رو بهتر بکنه، میتونه ترکای روی شکم شما رو ببره، میتونه بینی شما رو اصلاح بکنه، میتونه مثلا اگر فلان جای صورتتون یه لکی داره اون رو از بین ببره، میتونه فرم سینه شما رو عوض کنه، فرم باسن شما رو عوض بکنه. خیلی ها این کار میکنن، با اونها کاری ندارم، احساس خوبی با انجام اون کار دارن و انتخابشون اونه، ولی بعضی ها این کار نمیکنن. ما نباید بیان بگیم که اون کسایی که این کار میکنن ایدئال زیبایی هن و اون کسایی که نمیکنن ایدئال نیستن. ما باید آدم ها رو اونطور که هستن بپذیریم و بهشون یاد بدیم خودشون رو اونطور که هستن بپذیرن. خودمون هم بخشی از جامعه قضاوتگر هستیم، خودمون رو هم اصلاح کنیم. اگر میبینیم کسی اون به اون ایدئال‌های تبلیغاتی نزدیک نیست، نخواهیم سوقش بدیم به اون سمت، تو ذهنمون فکر نکنیم که این زیبا نیست. آدم‌ها وقتی که طبیعتشون رو حفظ میکنن زیبان. و به نظر من این خیلی چیز مهمیه که ما توی پرورش نسل آیندهمون حفظ بکنیم و این اعتماد به نفس رو بهشون منتقل بکنیم که شما کافی هستید و شما نباید دنبال تغییر چیزی در خودتون باشید که خودتون به وجودش نیاوردید.
من با این ظاهر به دنیا اومدم و من نقشی در تولید این ظاهر نداشتم، ولی من در تولید رفتارهایی که الان دارم نقش دارم. چقدر قشنگه که من این رفتارها رو تغییر بدم، انقدر احساس کافی بودن بکنم که تمرکزم رو روی اخلاق و رفتار بذارم و خصوصیات ظاهری تبلیغاتی رو که به واسطه مدیا ایدئال خونده میشه توی ذهنم به عنوان ایدئال هک نکنم، اینطوری بتونم همه آدم ها رو زیبا ببینم. به نظر من خیلی مهمه که کسایی باشن به خصوص توی کامیونیتی ما که شروع کنن ابراز کنن خودشون رو اونطور که هستن بدون اینکه از قضاوت بقیه هراس داشته باشن، تا بتونیم این تغییر رو ایجاد بکنیم. ما استارتش رو توی اینستاگرام زدیم و خیلی فیدبک های خوبی هم گرفتیم و این حرف من به شماست. هیچ استانداردی برای معیار زیبایی وجود نداره و شما بهترین خودتون هستین تا زمانی که به خودتون و دیگران صدمه ای نزنید. روز خوبی داشته باشید.